بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما بررسی جایگاه اسلام از منظر تورات و زبور و انجیل و قرآن بود. در جلسات گذشته عرض کردیم یهودیان و مسیحیان قبل از آنکه اسلام بیاید در معرفی اسلامی که هنوز نازل نشده بود انصافاً به اسلام خدمت کردند. ما این را قبول داریم چون مخاطب ما عمدتاً آقایان یهودیان و مسیحیان متدین هست، آقایان یهودی و خانمهای یهودی و مسیحیان یهودی در این جلسه مخاطب ماست که عرض میکنیم از اسلام یک تعریفی داشته باشیم به واقع نزدیکتر بشه. اسلام را افراد زیادی تعریف میکنن، اون اسلام نیست. خواستیم یه تعریف مختصری به محضرتون داشته باشیم. اسلام پایان ادیانه، عرض کردیم در جلسات قبل، یعنی کل اسلام ها از آدم تا پیغمبر اسلام یک واحده. بخش اول اسلام را ادعای از پیغمبران آوردن، بخش میانی اسلام را حضرت یعقوب و یوسف و موسی و داوود و سلیمان و حضرت عیسی آورد، بخش پایانی اسلام را باز پیغمبر اسلامی آورد که باز آل ابراهیم بود. همه انبیای یهود و نصارا، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیغمبر اسلام همه پسرمون، همه اینا پسرمون. اما اسلام که آمد اعلام کرد من جهانی هستم، ایده از یهودیان با وجود این که قبل از اسلام واقعا خدمت کرده بودن به اسلام، چون اونها به مردم گفتن اسلامی خواهد آمد، اما اسلام که آمد دیدن پیغمبر از بنی اسرائیل نیست، از بنی اسماعیل، دشمن شدن. آقا چرا دشمن شدید؟ آقایان یهودی، شما که این همه خدمت کرده بودید به اسلام، شما به مردم گفته بودید آماده باشید دین جدیدی میاد، حالا اسلام آمد چرا مخالفید؟ یهودیان گفتن ما فکر کردیم که از بنی اسرائیل پیغمبر، اما معلوم شد پیغمبر اسلام از بنی اسماعیل. پیغمبر اسلام فرمود مگر پسرعمو نیستیم؟ افتخار شما افتخار من، شما نوه حضرت ابراهیم هستید، منم نوه حضرت ابراهیم هم. اما یهودیان و مسیحیان، مخصوصا یهودیان، خیانت هایی کردن هم بر خودشون هم بر ما که نمونه ای را از اونها الان ذکر میکنم. در قرآن یک آیه وجود نداره که بگه یک نفر زنا کرد رجمش کنید، سنگسارش کنید. بیننده عزیز، یهودیان محترم، مسیحیان محترم و متدین، عرض میکنم در قرآن مسلمین یک آیه خشن مثل سنگسار کردن زناکار وجود نداره، اما در تورات 28 آیه یا 26 آیه، 26 آیه در تورات آمده از احکام حضرت موسی یکی سنگسار کردن کسی است که زنا کرده. خب اما چگونه است یهود نزدیک شد به عمر خلیفه دوم که ما شیعه ها او را قبول نداریم، بگیم پیغمبر او را نسب نکرده؟ همه می دانن پیغمبر اسلام نه ابوبکر را نه عمر و نه عثمان هیچ کدام نسب نکرده بود. این سه نفر زیر سایه دخالت یهود کودتا کردند. کودتا کنندم اسمش آقای اسید بن سعیه بود، عبدالله بن سلام بود و چند نفر دیگر. شبانه ریختن خانه علی بن ابی طالب یا روزانه، در اخبار اختلاف هست، گفتن آقا خلافت شما را قبول نداریم، خودمان انتخاب میکنیم. خودشون انتخاب کردن و قضیه تمام شد. یهودی ها آمدن به عمر گفتن در اسلام شما باید ثابت کنید اگر کسی زنا کرد باید رجمش کنید. عمر امروز شیعه و سنی قبول دارن اول کسی است که حکم خشن تورات را در دنیا، خشنترین حکم همون رجمه. اگر کسی دارای همسر باشه بره زنا بکنه، 26 آیه تورات میگه حقش چیه؟ سنگسار بشه. در قرآن ما نبود، اما یهود
این حکم خشن را به عمر تحمیل کرد. کل شیعه و سنی معتقدن عمر تا آخر عمرش گفت آیه رجم در قرآن بوده، ساقط شده. چرا عمری که میداند در قرآن خشین ترین حکم نیست، چرا اصرار دارد در اسلام سنگسار کردن زناکار در قرآن ثابت بشه؟ چون یهودی ها با تشویق عمر به اجرای خشین ترین احکام تورات میخواستن آبروی اسلام را ببرن و آبروی اسلام را بردن. عمر بیش از 50,000 عنوان کتاب شیعه و سنی در عالم اسلام وجود داره. همه اعتراف کردن عمر کسی است گفته در قرآن خشین ترین آیه بوده. بنده موسوی طلبی هستم، مسلمانم، چون این آیه ای در قرآن نیست. اگر حکم رجمی هست در اسلام رجم شده، دو نوع نظر هست. ایده معتقدن که از طریق روایات هست، ایده معتقدن که بلی رجم هست، یهودیان زنا کردن رفتن پیش پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام حکم تورات را اجرا کرد که رجم بود. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مطلب اول ما در این جلسه این شد، اگر در اسلام امروز داعش به عنوان کسانی که اشتهاشون به آدم کشی از همه ملت‌های وحشی بیشتره، این ارث اسلام نیست، این تعلیم اسلام نیست. آدم کشی، سربریدن دقیقا نقطه مقابل و ضد اسلامه. اسلام گفته خشونت ارث بیگانگانه. عامل اصلی تزریق رجم به قرآن که البته در قرآن نداریم، عمر میگفت در قرآن احکام خشن هست، آقایان یهودیا بودن. صریحا بنده بررسی کردم، در این زمینه کتاب نوشتم، 26 آیه تورات میگه زناکار باید سنگسار بشه، قرآن چون این آیه نداره. اما آنقدر در حق اسلام در دنیای امروز حتی ظلم شده، کل دنیا فکر میکنن در قرآن رجم هست، سنگسار هست، اما یهود سنگسار نداره. یعنی یهود آنقدر منافقانه عمل کرده، نه یهودیان متدین، نه مسیحیان متدین. حکمی که 26 آیه در تورات داره اونو به ما نسبت داده که در قرآن نداریم. آیا بالاتر از این ظلم در حق اسلام هست؟ پس جنبندی عرض میکنم، در اسلام خشونت نیست. اگر هست مربوط به بیرون اسلام، وارداتی، اضافه کردن، ما اونو قبول نداریم. داعش ضد اسلامه، اگرچه به نام اسلامه. النصره ضد اسلامه، اگرچه به نام اسلامه. القاعده ضد اسلام. اینها نقطه مقابل فریاد قرآنه که قرآن فرموده است که در هر سوره که میخوانی باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم. 114 سوره است، همه بجز یکی که مربوط به امر براءت است، تمام سوره ها دارای بسم الله است. یعنی همه چیز با خدای رحمان رحیم شروع کنید. اما آقایان داعشی ها وقتی میگن بسم الله الرحمن الرحیم، ذهن مردم میره دنبال سربریدن. این اسلام ربطی به ما نداره. ما کل انبیا را قبول داریم، نسبت به همه ملت ها مهر میورزیم. پیام ما صلح و پایداری برادری کل بشره. متاسفانه امروز نفوذ یهود و نصارای دو چهره باعث شد از اسلام یک چهره خشن در دنیا شناخته بشه که ما نمیپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.